درود شنونده ها و بیننده های یونیکا، امیدوارم هر جا که هستید ایام به کام شما باشه. امروز سه‌شنبه 28 شهریور 1402 با مهمترین خبرهای روز کنار شما هستیم. خبر اول اینکه خالد پیرزاده، فعال سیاسی مشروطه خواه، امروز سه‌شنبه در حالی که قصد خروج از کشور رو داشته در فرودگاه اهواز بازداشت شده، از همسر او خبری در دست نیست. برای پیگیری وضعیت خالد به اداره اطلاعات مراجعه کرده و بعد از 6-7 ساعت هنوز مراجعه نکرده. تصویری که پشت سرم هم اکنون دارید ملاحظه میکنید، تعجب نکنید. اینجا نه صحرای سیناست و نه کویر لوته. اینجا رو که دارید ملاحظه میکنید دریاچه ارومیه است و همونجوری که دارید ملاحظه میکنید بعد از سالها به این روز افتاده و کامل خوش شده. بعد از 44 سال این دستاورد یک نظام فرسوده و یک نظام نالایق، این رو در اختیار مردم و در اختیار آیندگان گذاشت. نه فقط دریاچه ارومیه، رود کارون، زاینده رود و تمام آبهای زیرزمینی و تمام منابع و تمام رودخونه ها و تمام دریاها رو از بین بردن به خاطر ناکارآمدیشون، به خاطر عدم تواناییشون. و ما باید پاسخگو باشیم، نه به اونها، به آیندگان ما، به فرزندان ما، چون این زمین متعلق به من هست، متعلق به شما هم هست، متعلق به فرزندانمون هم هست. باید پاسخگو باشیم، باید کنار هم برای هم باشیم. فرق نمی کنه از چه قوم و چه گرایش مذهبی هستید، فرق نمی کنه از چه گویش و چه زبانی هستید، همه در یک نقطه جغرافیایی به نام ایران داریم زندگی. باید تمام نقاط کشور برامون مهم باشه. من از خوزستان اومدم و قلبم برای دریاچه ارومیه میدونم، برای زاینده رود میدونم، برای مردم سیستان میدونم، برای مردم کردستان و مریوان و سنند. گزارشی درباره افزایش هزینه های خرید لوازم تحریر برای شروع مدارس منتشر شده. انقدر هزینه ها سرسام‌آور بوده که خیلی از دانش آموزا از جمله در استان کهگیلویه و بویراحمد نتونستن حتی کتاب درسی برای فرزندان خودشون تهیه بکنن. رئیس آموزش و پرورش این استان گفته 3700 دانشجو هنوز کتاب درسی نخریدن. اینقدر خرید کیف و کتاب و مایحتاج مدرسه گران شده که حتی معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش، گفته 160,000 دانش آموز دبستانی از تحصیل باز موندند. بدون جمهوری اسلامی در حالی که ابراهیم رئیسی به نیویورک رفته برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیار مفتخره به اینکه تونسته از طریق گروگانگیری و اخاذی 6 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد میکنه. حسین علی حاجی دلگانی نماینده مجلس در نطقی گفته دست نیروهای امنیتی رو میبوسن. علی اکبر غلامی دبیر سیاسی سابق وبسایت مشرق نیوز از رسانه های امنیتی جمهوری اسلامی با انتشار تصویری از آزادی گروگان های آمریکایی ایرانی در فرودگاه دوحه به تقدیر از صاحب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پرداخت. نوشته و نقشه های پیچیده جاسوسی نوین استکبار رو از جمله در استارتاپ ها، محیط زیست و جمعیت خونسا کرده. ثمرات اون اقدامات وضعیت بنبست شکن سپهر سیاسی و اقتصادی کشور. در واقع میگه گرفتن شهروندان دو تابعیتی و خارجی به نوعی بنبست شکن بوده برای جمهوری اسلامی. راستن میگه به هر حال رقم قابل توجهی رو نتونستن تو وضعیت بد اقتصادیشون از دولت بایدن دشت کنن. عباس مقتدایی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم شبیه این حرفا رو تکرار کرده، گفته نظام سلطه رو وادار کردیم به تبعیت از شروط جمهوری اسلامی. البته گفته بعد از پشت سر گذاشتن اختشاشات و شکست خوردن دردسرها طرحهای مکارانه اروپا در این
در واقع برنامه‌هامون موفق بودیم. یکی دیگر از خبرهای امروز در مورد نقره داغ کردن آژانس بوده. خبرگزاری ایرنا ادعا کرده جمهوری اسلامی برنامه داره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو نقره داغ کنه. موضوع از این قراره که 8 نفر از بازرسان آژانس در حال اخراج شدنند. بازرسانی که ملیت‌های فرانسوی و آلمانی داشتن، گفته میشه یکی دو تا انگلیسی هم بین اینها هستن. گفتن اینها جاسوسان، اخبار رو درز میدن و اعتمادی بهشون نیست، مجوزشون لغو شده. گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته اینها زبده‌ترین کارشناسان ما بودن. روزنامه جوان وابسته به سپاه گفته اخلال در روند فعالیت‌های بازرسان و جمع‌آوری دوربین‌ها تدابیر جبرانیه. حالا دولت مردان آمریکایی برجام رو به دستگاه تنفس مصنوعی در واقع وصل کردند. هر جوری هست بهش تنفس میدن، مرگش رو اعلام نمی‌کنن مبادا نزدیک انتخابات جمهوری اسلامی ماجراجویی کنه. به هر ترتیب وضعیتی که نظام داره خیلی بیشباهت به موقعیتی که بعد از برجام گرفتارش شد نیست. سپاهی‌ها به جمهوری اسلامی در واقع پیشنهاد دادن، به رهبر نظام پیشنهاد دادن غنی‌سازی اورانیوم رو برسون به 90% تا اینها بیان سر میز مذاکره. به نظر میرسه چهار نعل دارن میرن به همون سمت. مشتبه زلنوری از آخوندهای امنیتی مجلس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته مردم ثابت کردن با اختشاشگران و ایادی شیطان همراهی نمی کنن. دشمنان سعی در تکرار آشوبهای گذشته داشتن، گفته شکست خوردن، اما خب با این همه نیروهای امنیتی که از مدت قبل بر خیابون استقرار پیدا کرده، بعیده که مردم از جانشون سیر شده باشن بخوان بیگدار به آب بزنن، اما حتما از اولین فرصت استفاده میکنن. یحتمل بعید نیستش که اون فرصت بعد از همین مسابقات فوتبال باشه. به هر حال جمهوری اسلامی سابقهش رو هم داشته، از این محل خیلی نگرانه. ابراهیم رئیسی با جمعی از شیعیان آمریکا دیدار داشته در هتل محل اقامت خودش. از اونها خواسته در راه گسترش اسلام و آرمانهای اسلامی و انقلابی تلاش بکنن. جریان از این قرار بوده که رئیسی در جمع نمایندگان جامعه شیعیان آمریکا که به هتل محل اقامت او آمدن، گفته باید فرهنگ اهل بیت رو گسترش بدید. حالا در آمریکا چجوری میخوان فرهنگ اهل بیت رو گسترش بدن خودش جای سواله. سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک مصداق بارز شک کردن به حسن نیت دولت بایدن در قبال مردم ایرانه. از یک طرف ادعا میکنن که پشت مردم ایران هستن در مقابل با دیکتاتور و تحریم ها رو یکی بعد از دیگری فهرست میکنن، هر کدوم از اونها انبوهی از مقامات جمهوری اسلامی رو لیست تحریم ها قرار داده، اما در عمل باج بزرگی رو که پشت صحنه به آخوندها میده. در همین سفر ابراهیم رئیسی منهای اینکه با هواپیمای معراج که تحریم بوده در فهرست تحریم‌های آمریکاست به خاطر انتقال نیرو و مهمات به سوریه، از اون طرف 3-4 نفر از کسانی که در لیست تحریم‌ها بودن به خاطر نقض حقوق بشر هم همراه ابراهیم رئیسی هم. اینجاست که باید شک کرد، خیلی شک کرد به دولت بایدن و ادعاهایی که مقامات کابینه او میکنن، به ویژه دموکرات‌هایی که پشت صحنه دنبال اینن که در نیویورک در گوشه راهروهای سازمان ملل با ابراهیم رئیسی که یکی از مقامات جمهوری اسلامی دیدار بکنن. خبرهای امروز رو کوتاه میکنیم به این خاطر که دست کم در ایران منتظر پخش مسابقه فوتبال بین دو تیم پرسپولیس و النصر عربستان هستن. رونالدو ستاره این میدانه. پیش بینی کردند که اگر شانس با تیم پرسپولیس یار باشه از پس تیم النصر بر بیاد، این احتمال وجود داره که مردم به خیابون بریزن و فرصتی برای اعتراض باشه. از اینکه شنونده ما بودید بسیار سپاسگزارم.